سرخط خبرها. گزارش ها از ادامه اعتراض های پراکنده در ایران برای چهارمین شب متوالی. امامان جمعه چند شهر دولت را به بی‌توجهی به خواسته های مردم متهم کردند. نارامی ها در چند شهر ایران به روز چهارم کشید. از گوهردشت، تهران و شاهین شهر در نزدیکی اصفهان گزارش از بعضی نارامی ها می رسد. امامان جمعه هم از مردم خواستند به اعتراض هایشان خاتمه دهند. آنها همچنین از بی‌تحرکی مدیران دولتی انتقاد کردند که به گفته آنها صدای مردم را نمی‌شنوند. اعتراض‌ها به گرانی، بیکاری، بی‌آبی، بی‌برقی و ناامیدی است. این نارامی‌ها چند روز پیش از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز شده. اما آنطور که کسری ناجی گزارش می‌دهد، معترضان در خیابان‌های شهرهای ایران حکومت را مسئول وضعشان می‌دانند. گوهردشت در یک ساعتی غرب تهران گزارش شده که امشب هم نارام بود. نارامی ها در گوشه و کنار کشور به روز چهارمش رسیده. 11/5 سر گوهردشت فلسطین. دیشب گوهردشت شاهد یکی از بزرگترین تظاهرات روزهای اخیر علیه حکومت بود. تظاهراتی که در چند نقطه به برخورد هم کشیده شد بین تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی. نارضایتی ها به حدی رسیده که خواسته های این تظاهرکنندگان به سطح کلان کشیده شده. تغییر حکومت و این در شاهین شهر امشب شمال اصفهان، جولان نیروهای امنیتی در خیابان ها. یک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفته است مقام ها و نیروهای امنیتی ایران باید به حق آزادی بیان و حق تجمع مسالمت آمیز مردم احترام بگذارند. نارامی ها دیروز به تهران رسید. این خیابان امروز. امشب هم گزارش هایی از تظاهرات پراکنده در پایتخت رسیده است. شعارها علیه روحانی. دیروز نارامی ها از چندین شهر گزارش شد. به غیر از گوهردشت و تهران، اصفهان نارام بود برای سومین روز و شیراز که ظاهراً به گفته این نماینده این شهر در مجلس کسی در آن دستگیر نشد و تظاهرات مردم عمدتاً صلح‌آمیز بود. گزارش هایی هم از نارامی ها در مشهد داشتیم و از عراق، اشتهارد، نجف آباد و در همون نزدیکی ها قهدریجان. در شهر مشهد گزارش شده تظاهرات آرام بوده و برخوردی صورت نگرفته. فرمانده سپاه مشهد ظاهراً تنها مقام حکومتی بود که به میان معترضان آمد تا صدای آنها رو بشنوه. من به عنوان یک مسلمان شیعه صاحب از زمان نمیدم. مردم چی آقا؟ از جای دیگه نمیدم. از همین ملتم. خودم فرم خادمم. بابام جنبازه. عموم شهیده. ولی کو؟ چرا وضعیت ما اینجوری بشه؟ تا مردم رو ناامید کنند از آینده این کشور. در مشهد امروز طلاب طرفدار حکومت به خیابان آمدند. در اعتراض به مدیران دولتی که صدای مردم را نمی‌شنوند. دو تابعیتی هستند. پاسپورت‌هاشون آماده است. خانواده‌هاشون الان کشورهای خارجی هستند. منتظر رفتن اینها هستند. امام جمعه مشهد امروز از این طلاب خواسته بود که به حرکت در بیایند. حالا که مقام‌ها سکوت کردند. او همچنین گفت مردم نباید به خاطر به قول او پایین افتادن شکمشان مقابل نظام بایستند. از وزیر کشور هم نقل شده که گفته دشمن به قول او فکر میکند بین 50 تا 200 نفر اگر جایی جمع شوند حکومت به هم میخورد. این دیروز در نجف آباد حضور چشمگیر زنان که میگویند فرزندانشان بیکارند. رهبران کشور هم سکوت کردند، ظاهرا پاسخی ندارند به خواسته های معترضان، کسانی که مستاصل شدند از حکومتی که میگویند به فکر آنها نیست. کسری ناجی، بی بی سی. آقای خلجی، نظرتون در مورد واکنش امامان جمعه در ایران به این اعتراض ها چیه؟ دو دلیل میتونه داشته باشه. یکی این که حکومت ایران درسته که میتونه از گسترش این اعتراض ها
جلوگیری بکنه از اینکه این اعتراض‌ها سراسری بشه و تبدیل به یک تهدید جدی برای ثبات سیاسی کشور بشه، میتونه جلوگیری کنه، اما نمیتونه به اونها پایان بده. یعنی یک اعتراض کوچیک اینجا در میگیره، تموم میشه، جای دیگه در میگیره، این هفته تمام میشه، هفته دیگه شروع میشه. و اینها میترسن که این اعتراض‌ها که بیشتر منشأ و انگیزه اقتصادی داره، رنگ و روی سیاسی ضد حکومتی بیشتری بگیره و در حقیقت به یک خطر بالفعلی بدل بشه. در نتیجه دعوت میکنن مردم رو، امامان جمعه مثل آقای علم‌الهدا، که شما به خیابان بیاین، که اگر مردم به خیابان آمدن، اگر مثلا 1000 نفر هم ضد حکومت هستن، یه 2000 نفر دیگه یا 1000 نفر دیگه هم باشن که طرفدار حکومت باشن، قاطی بشن و در حقیقت لوس بشه هویت ضد حکومتی این تظاهرات و به نوعی توسط بخش دیگری از مردم کنترل بشه این اعتراض ها. این یک دلیلش هست. یک دلیل دیگرش هم ممکنه این باشه که امامان جمعه که همه از رهبر جمهوری اسلامی خط مش میگیرن، همه از اونجا هدایت میشن، همه اونها به نوعی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند، از یک آشوب قابل کنترل استقبال میکنن. یعنی آشوبی که دولت آقای روحانی رو و همینطور دیگر گروه های سیاسی رو رسوا بکنه، ناتوانی اونها رو در اداره مملکت به مردم اثبات بکنه و این آشوب به جایی برسه که در حقیقت مردم هیچ ملجأ و پناهگاه و امیدی برای نجات از این وضعیت نداشته باشن جز دست به دامان سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی و نظامی شدن. به عبارت دیگه برای نظامی تر کردن جمهوری اسلامی، یک تغییر جدی در ساختار حکومتی، یک آشوب مختصر و قابل کنترل ضروری است. بدون این آشوب مردم تن نمیدن به یک دیکتاتوری نظامی. بنابراین اینها میتونه مقدمه باشه، مخصوصا در صورت درگذشت آیت الله خامنه ای، اینکه جمهوری اسلامی از یک نظام توتالیتر سیاسی تبدیل بشه به یک نظام توتالیتر کاملا امنیتی و نظامی. جایگاهی که الان دولت داره چیه و موضعی که دولت میگیره در میانه این موضوعات، همچون که شما مطرح کردید، موضع امامان جمعه، اصولگران تندرو و مردمی که در خیابان هستن، چطور میتونه بهش کمک بکنه؟ دولت ایران وعده هایی که به مردم داده در دوران انتخابات وعده هایی بود غیر واقعی. تقریبا وعده های اصلی آقای روحانی چه در زمینه دیپلماسی چه در زمینه مسائل اقتصادی غیر واقعی بود و بیشتر انگیزه های سیاسی داشت و متاسفانه همیشه اقتصاد در ایران در این 40 سال به عنوان یک ابزار سیاسی برای نزاع بین جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی دیده شده، تا اینکه به عنوان یک مسئله جدی و مستقل که فارغ از جهتگیری‌های سیاسی منطق خودشو داره. الان من فکر می‌کنم که مشکل اقتصاد ایران در درجه اول مربوط به سوء مدیریت هست، در درجه دوم مربوط به فسادهای گسترده و بی سابقه است و در وهله سوم به تحریم‌ها برمیگرده. آقای روحانی خودش منشأ این بحران هست و طبیعتاً کسی که خودش این وضعیت رو ایجاد کرده نمیتونه درمانی برای اون پیدا بکنه. فراموش نکنید که مسئله فسادهای اقتصادی در ایران از ابتدای انقلاب، یعنی از سالی که مخصوصا تحریم‌های آمریکا علیه ایران وضع شد، به عنوان یک روشی برای دور زدن تحریم‌ها در حقیقت خود دولت درست کرد. یعنی نظام فساد توسط خود دولت طراحی شد تا این تحریم ها رو دور بزنن. در دوران جنگ خیلی به سودشون بود و الان خود دولت در این تاری که تنیده گرفتار آمده. یه عنکبوتی است که خودش در همون تاری که تنیده گرفتار شده و نمیتونه بیرون بیاد. مسئله فساد در جمهوری اسلامی در بطن دولت، در متن دولت هست و دولت نمیتونه خودش راه حل این باشه مگر اینکه به یک انقلاب اقتصادی سیاسی بسیار جدی دست بزنه. اون چیزی که شاید امیدش میرفت در زمان اصلاحات اتفاق بیفته و متاسفانه اتفاق نیفتاد.
بازگشت تحریم‌های آمریکا ممکن است فروش کامیون‌های اسکانیا به ایران را کاملاً متوقف کند. رئیس این شرکت سوئدی با خبرگزاری رویترز گفته سفارش همه کامیون‌هایی را که نمی‌توانسته تا اواسط ماه اوت، یعنی کمتر از دو هفته دیگر، تحویل ایران بدهد، لغو کرده، چون سفارش‌های جدید مشمول تحریم‌های آمریکا می‌شدند. اسکانیا یکی از اولین شرکت‌های سازنده کامیون بود که بعد از لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا در حدود 2.5 سال پیش به ایران برگشت. این شرکت سالی 5 تا 6 هزار دستگاه کامیون و اتوبوس به ایران می فروخت. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از افزایش قابل توجه تولید بنزین در روزهای آینده خبر داده. به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از مدیران این شرکت گفته تولید بنزین به زودی 2 میلیون لیتر در روز بیشتر می‌شود و بنزین مورد نیاز مردم تأمین خواهد شد. در روزهای اخیر گزارش‌هایی از کمبود بنزین در برخی شهرها منتشر شده بود.